فرداد انصاری آهنگ داده به نام خبر نداری و چیزی که نظر منو جلب کرده توش اینه که بیا با هم دیگه بشنویم. سلام به همه موزیک رضای خفن، چطور میتونین؟ آقا بیاییم با هم دیگه بشنویم و در حین شنیدنش دیدیم من همیشه حرف میزنم دیگه، راجبش صحبت میکنیم اصلا چی شد که این آهنگ توجه همو جلب کرد. اگر تا ما رو سابسکرایب نکردین خوشحال میشم که سابسکرایب کنین، اگر لایک نکردین لایک کنین، اگر کامنت نذاشتین یه کامنت بذارین، حداقل این خواننده مورد علاقتون کیه، یه پیشنهاد بدین یه آهنگ خوب بشنویم دور هم دیگه. بریم بشنویم آهنگ خبر نداری از فرداد انصاری. شبای پر ستاره میون ما دوتا کجا رفت؟ دقیقا همینجا، نمیام شبای پر ستاره کجا رفت اینجا، نه دقیقا همینجا نکتهشه. من در همین حد توی اینستاگرام شنیدم و چیزی که داره چشمک میزنه برام برای فرداد انصاری اینه که هر آهنگش تا اینجا، من کلا فکر میکنم 3-4 تا آهنگ ازش شنیدم، هر آهنگش یه فضاسازی جداگانه داره. اینش خیلی واقعا جالبه، یعنی توی مارکتی که اکثر آرتیستا دارن رو به کپی کاری میارن، یعنی یه آهنگشون که میگیره میان 200 آهنگ بعدیشون رو بر مبنای اون آهنگ در نظر میگیرن و میسازن، فرداد انصاری میاد یه حرکت جدیدی انجام میده که یه 6-8 مثلا میده وسط آهنگای احساسی و خفنش، یه آهنگ 6-8 میده که من با 6-8 زیاد ارتباط نگرفتم، ریاکشنش هستش. قبلش یه آهنگ خدا داده بود و الان این آهنگی که حالا روبرومونه خبر نداری خیلی به موسیقی ایرانی نزدیکه، به موسیقی اصیل ایرانی. حالا نمیگم موسیقی سنتی میشه، نه، اما تلفیقی از پاپ و سنتی داره ارائه میده به نظرم و این جذابش میکنه که قدرت ریسک پذیری بالایی داره این بشر. برو کجا رفت؟ تمام عاشقانه های من نگو بنا کجا تو دل نیست، بزن رفیق که زخم تو ته دل نیست. یه وایسا، چی شد ترانه؟ گوش کن. که بی تو دل نیست، که بی تو دل نیست، خب؟ بزن رفیق که زخم تو ته دل نیست، که بی تو دل نیست، از ته دل نیست، قافیهش کو دقیقا، یعنی ردیف شد، که بی تو دل نیست، از ته دل نیست، الان ردیفش شد توی ترانش، قافیهش کو. ترانهشو کی گفته؟ ترانهشو خود فرداد انصاری و صادق مقیمی سرانی اگر اشتباه نکنم. بذار یا پیجو اشتباه تگ کرده توی پیج خود فردادم، الان من ترانه رو یه خودش حالا تک کرده، اوکی، صادق مقیمی سرانی
پیجش شبیه شاعرانیست. چرا؟ بذار ببینم. حس میکنم اشتباه تک کردی ستونما. این اونی نیست که باید. شاعرانگی بذار یه هایلایت دارش وسط. نه ظاهرن پیج رو درست تک کرده، ولی اصلا شبیه یه پیج حرفه‌ای نیست صادق مقیمی. و این اتفاقی هم که افتاده توی این بیت حرفه‌ای نیست. یعنی شما یا باید یه قافیه آوایی بذارین یا قافیه ادبی. نمیشه کلن قافیه رو حذف کنی. اونم میشه ها، تحت یه شرایطی که وزن درست باشه و دیگه ردیف هم نداشته باشیم. یعنی نه قافیه باشه نه ردیف، صرفا وزن موزیک رو درست پیش ببریم. خب این یه امتیاز منفی داشت اینجا. اولش یه امتیاز مثبت گرفت، بعدش یه امتیاز منفی هم الان گرفت دیگه. فرداد انصاری اگر خاطرتون باشه من توی بهتر بشنویم اولین بار کشفش کردم و بریم بشنویم بقیه شو. نرفته با دلم چه ها کردیم، بیا قسم بخور که برگردیم تمام آرزوی من. بیا قسم بخور که برگردی، بیا قسم بخور که بر میگردی. گیر دادنم روی ترانه شروع شد. ببین به حال من چه آوردی، امشب من موندم و تنهایی ادامه دام، امشب من موندم و چشمای خیس انتظار. ترانش به نظر من ضعیفه، اصلا هیچ تعارفی نداریم، ولی هر اندازه که ترانه ضعیف باشه آواز و تنظیم و میکس و مستر قویه، اصلا نمیشه روش چیزی. مخصوصا تنظیمش به نظرم امیر حیدری درجه یک کار کرده. گوش کن اینجا رو، گیتارش هم مشتبه تقریب پوره اصلا. حل میشه هر چی غم تو دنیا، خندیدنت یک عمر رویام، تو دنیا مفلت کرده، چشمای تو اونی که میخوام. امشب من موندم و تنهایی ادامه دار. توی کورسش میگه من موندم و تنهایی ادامه دار، یه چیچی انتظار چشم تار. خب کاش توی این بخش میگفت من موندم و انتظارم ادامه دارم چشمای تارم، خیلی قشنگ تر میشد. امشب من موندم و چشمای خیس انتظارم، به بارم نمیشد. فرداد انصاری، امیر حیدری. حیف بود این آهنگ.
به نظرم این آهنگ میتونست یکی از بهترین آهنگای فرداد بشه، یعنی جز آهنگای خوبش بشه چون زیاد رزومه‌ای نداره که، ولی ترانه کارو خراب کرد. و یه نکته‌ای که هستش اینه که من الان کارهای قبلی فرداداش هم نگاه میکردم، همیشه ترانه رو خودش به تنهایی هندل میکرد و ترانه سرا فقط خودش بود. چی شد که توی این آهنگ اومدی همچین کاری کردی؟ چون ما قلم فرداد انصاری اگر برین بقیه آهنگاشو گوش کنین متوجه میشین چی میگن، یه اصطلاح خوبی داره ولی الان خاطرم نیست، لنگی نداره حداقل. میدونی چی میگم؟ شما اون ضعف وزن توی ترانه رو حس نمی کنی هیچ وقت توی کارهای خود فرداد انصاری، ولی توی این کار حقیقتا ترانه به دل من ننشست. یعنی ترانه یه جورایی زحمات اجرا و تنظیم و زیر سوال برده بود. پیش میاد این همش تجربه است مثلا برای یه آرتیستی مثل فرداد انصاری، ولی ما توقعمون خیلی بیشتر از این هست حضرت آقای انصاری. خیلی چکریم، دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین، امیدوارم لذت برده باشین. تا یه ویدیو دیگه سابسکرایب لایک کامنت فراموش نشه. قربان شما، بسیار چکریم.